مهمان من بار دیگر در صدد برگزاری جرگه صلح در افغانستان است در حالی که مردم هر روز در گوشه و کنار کشورش قربانی جنگ و انفجارند او که سالهاست در حکومت حامد کرزی عضویت دارد چه نتایج از تلاش های قبلیش گرفته و تا چه حد امیدوار است که این بار به نتیجه برسد به علاوه آیا طالبان این نوع مجالس را جدی میگیرند؟ باروک وردک خوش آمدید به برنامه با عبارت دیگر بسیار تشکر شما خوش آمدین مخالفین مسلح دولت شما و طالبان فکر میگن چقدر ای جرگر جدی میگیرن؟ بسیار تشکر میکنم از ځای بسیار خوبي راغاس کړدي اصلا یک تعریفي کي همي ملت افغانستان سر اون توافق كرده باشه کي مخالف مصالح افغانستان کیست وجود نداره و يکي از از اهداف عمدي تدويير انجيرگه ملي مشورتي سول ايش کي بو ملت افغانستان مشوره شوه کي نزد ملت افغانستان مخالف مصالح افغانستان کیست خب مخالف واضحه است کي طالبان هست علي دولت شما ميجنګم حزب اسلامی هم هست که در برخی از مناطق افغانستان دارن علیه دولت شما میجنگند این مشخص است مرا عفو کنین قاری زاده من نه به این نام طالبان موافق هستیم نه به نام حزب اسلامی طالبان من این فهم طالب کی را شما طالب میکن کسی که فارغ مدارس دینی است طالب نیست من فارغ مدرسه دینی هستم شما مرا طالب میگین کسی که امروز مال بیگانه شده به دست بیگانگان افتید او را شما طالب میگین ما او را طالب نمیگیم کسایی که فعلا مثلا مسلح هستند در قندهار، هلمند، جاهای دیگه که ناامن هست هر روز مثلا علی نیروهای شما علی نیروهای خارجی می جنگند مثلا کسایی هستند که در جرائم در جرایم در جرایم منظم و دستجمی داخل هستند علیه نظام وم صلاح بو برداشت ملت ما را آزار مته کسای کی از لحاظ مفکوره سیاسی به ما مخالفاس وسله ورداشته کسای کی عمال بگانگان شدن علیه نظام افغانستان اسلحه ورداشته کوم یک از یرم طالب وګویم نزد ما نزد ملت افغانستان تعریف همجانبه طالب موجود نیست همی جرګهست کی به تعریف وکړم کی کی مخالف موس به چند کټګوري تقسیم میشه با کی میشه صحبت وکونیم او با کی میشه صحبت نکونیم یعنی در 8 9 سال گذشته هر روز کشته می افغانستان چی نظامی باشه چه غیر نظامی ولی هنوز شما نمیفهمین که مخالف مسلح شما کی هست اگر ما به حیث یک افغان که دمی خاک بودیم و دمی خاک هستیم تعریف طالب 8 سال پیش یا 9 سال پیش و تعریف طالب امروزی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از زمین تا باسمان با به خاطر تفاوتات که 9 سال قبل اگر با یک طالب صحبت میکدی یک کس معلوم بود که با او صحبت میکدی پیام تا آخره رد تا رده های آخر طالبان میرفت امروز توری نیست در هر قریه و در هر کیلومتر اگر شما کسی را که یا دزد است یا مخالف سیاسی است یا مخالف مبکوروی و آیدیولوژیکی است یا عمال بگان است تفاوت موجود است در هر کیلومتر شما اگر میرین در جایی که ناامن است در اوجا یک کسی علاید است که باید راش صحبت بکنی بینان یک چین کماند سیاسی موجود نیست که اگر شما با یک کسی صحبت بکنین پیام شما تا آخر انتقال میشه او یک نگرانی که در مورد ترکیب خود اعضای جرگه وجود دارد، ای هست که گفتمش اکثریت ران کسان هستند که طرفدار هواخای دولت شما هستند و بنابراین هر چی که در آجاندا هست و هر چی که نظر دولت هست سرانجام در پایان جرگه ای به تصویب میرسند یعنی به شکل سیستماتیک که ما در اینجا باشیم و طرفداران و هواخواهان نظام جمهوری اسلامی افغانستانه. او ورده باشم غو مخالفین نظام جمهوریت اسلامي افغانستانه ناورده نا باشم چين نيست 13 كاتګوري كه در در ترکیب جرګه اشتراک мекунад به خاطر ما جدا به اين معتقد هستيم كه نو امني فيلي مشكلات فيلي كه ما داريم فرد فرد اين ملت رنج مده و صلح او ارامي خواست فرد فرد اين ملت است بنان ازديد ما ملت افغانستان تمام اقشار افغانستان از تمام نقاط افغانستان بعد از سوی د جرگه اشتراک بکند 13 کټګوري که تقسیم شده بر هر کټګوري مکتوب از طرف کمیسیون آمادگی برای تدویر جرگه ملی مشورتی ارسال شده سر مواف... مواصفات ما موافقه کردیم سر میارها ما موافقه کردیم یک کس باشه طرفدار صلح باشه یک کس باشه در منطقه از که از نمایندگی میکنه نام بد نداشته باشه کس باشه که خودشان پابند به احترام و برای رعایت حقوق بشری مسائل باشه آن سلایتی که کمیسیون آمادگی تدویر برای جرگه ملی مشورتی سول داره است که مواصفات معیارها در نظر گرفته شود. ولی در این جرگه از سران اقوام قبایل هم دعوت شده که بیان شرکت کنند چی انتظار دارین که سران قبایل و اقوام بتونند مثلا در روند آشتی ملی بتوانند نقش بازی کنند ما جرگه را یک یک, یک حکم الهی میدانیم پروردگار عالم ایره کار خیر خطاب میکند حکم لاییس و یک سنت غنی یا غنانه غنی افغانستان است در جرګه ها در 5000 سال تاریخ افغانستان که شما ملاحظه بفرموین پیدا میکنین که سران اقوام افغانستان هر وخت کی کشور یا منطقه یا ولایت یا ګولسوالی به مشکل مواجه شوه اشاره اشاره گرده هم اومده او جرګه کده از نتیجه ادر جر... نتیجه جرګه فیصله ها را صادر کده فیصله های شون شکله تنفیزی داشته و خاطر که مبتنی بر اراده ملت بوده بنابراین سران اقوام بدون شک به حیث محورهای قومی وطن نقش خود داره در گذشته هم داشت فعلا هم داره در آینده هم خواهد داشت اگر گذشته نزدیک که قده... ما برای شما مثال بتم که ما جرگه صلح منطقی را در افغانستان داشتیم که در اینجا سران اقوام از هر دو طرف مرز هم طرف پاکستان و هم افغانستان آمدن شرکت کردن در کابل که شما در اونجا یکی از مقام های ارشد ایجارگه ولی بله ما در نهایت دیدیم که جرگه هیچ نتیجه نداشت یعنی سران اقوا هم هیچ کار بکنن قریداد سب ما با این موافق نیستیم که جرگه مشترک امن بین افغانستان و پاکستان که صورت گرفت او نتیجه نداد ما قطعا به این باور نیستم چرا؟ ما استدلال بر شما میکنیم در گذشته قبل از تدویر جرگه مشترک امن بین افغانستان و پاکستان هرگز پاکستانی یا مقامات بلند رتبه پاکستانی آماده نبودند که بپذیرند که نامنی هایی که در افغانستان صورت می گیرند منابعش او طرف مرز است منابعش مشخص بگویم در پاکستان است منابع تجهیز و تمویلش در پاکستان است قبول نمیکند اما امروز قبول میکند یعنی این نقش خود داشت ولی هدف سرزی بود که باید صلح برقرار شود در هر دو طرف مرز یعنی طالبان یا کسانی که می علی دولت شما یا دولت پاکستان دست از جنگ بردارند ولی چون این نشد هر روز ما میبینیم که جنگ ها شدت میگیره و تعداد مثلا جاهایی که اینا هدف قرار میتن هم وسیع تر میشن جناب قاریزاده صاحب میشه که ما این موضوع را تحت بحث بگیریم اما جنب زده نمیتونیم که جرگه مشترک بین افغانستان و پاکستان ناکامون به خاطر که فقط یک اساس گذاشته شد و این اساس باید سرش تقویه شد، سرش سرش بلدب باید میشد یعنی قرار بود که ما وجود آمد که 25 نفر از طرف افغانستان بودن 25 تن از طرف پاکستان بودن اولین اجلاس جرگگی صورت گرفت با تعقیبش که بعد ما ادامه میدادم شما خبر هستین که نظیر بوتو به شهادت رسید مسائل انتخابات پاکستان شد ها دامنه اش به مراتب بیشتر و غلیستر و عمیقتر به خاک پاکستان رفت که پاکستان متاسفانه اجازه نداد که ای ابتکاری که ما مشترکاً آغاز کرده بودیم و سرزو ادامه بده یعنی پس یعنی کس گوش نکرد در واقع کسایی که مسلح هستن و مخالفش شما هستن می جنگند به آنچه که شما تصمیم گرفتین در جریان جرگه و یایی یعنی که حداقل خواست که از اونا داشتین که باید بیاین و بروند صلح و آشتی بپیونن کس به حرف شما گوش نکرد موافق نیستیم که کسی گوش نکرد ما را که ما باید برای گوش گرفتن آماده می ساختم در نیم را ماند خب حالا که وضعیت امنیتی به مراتب بدتر از مثلا وقتی که جرگه شما منطقه ای سلحه برگزار کرده بودین هست حالا چی ایتمینا و تضمین وجود داره که این بار هم کارتان در نیمه راه نماند؟ قریداده صبح شما به جای می که حالت بدتر شده ولی ضرورت آوردن امن شدیدتر شده بنا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بمی با درک این حقیقت که اولین کار را که در رأس اجندای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دور دوم خدمتش به ملت افغانستان آوردن سل هست یا یا تسریع تلاش های و برای آوردن سل و فکر میکنیم که آغازش یک آغاز مبارک است که که با،, با, ملت افغانستان مشوره میشه هر آن چیز که با،, با مشوره است او انشالله که برکت خداوندی دامون می باشه ولی نگرانی که وجود داره ای هست مخالفان شما مسلح که هستند البته ای است که شما خودتان استفاده میکنیم. رئیس جمهور شما را دست نشانده میگند و دولت شما را مزدور خارجی هم فکر میگن چطور باید بیان اینا مذاکره کنن آشتی کنن با هیچ یک دولت کسای ای گپ میگوین که معرض کردم که عمال بیگانگان شدن کسایی که قانون اساسی افغانستان را قبول نمیکنن به خاطر رئیس جمهور ما در نتیجه قانون در نتیجه تطبیق قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ششته در نتیجه قانون تطبیق قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته انتخابات پارلمانی صورت گرفته تمام این انستیتوت ها و نهادهای هایی را که شما میبینین در نتیجه داشتن یک قانون اساسی متکی به اساسات دین مقدس اسلام است به اساس همین قانون رئیس جمهور افغانستان یک رئیس جمهور منتخب است وقت کسای عمال بیگانگان افغانستان که رئیس جمهور پیلی ما رئیس جمهور منتخب نمیدانه رئیس جمهوری که در روشنی قانون اساسی افغانستان با وجود آمده باشه قبول نمیکنه او را ما مخالف خود نمی قبول آنم. او را ما میگیم که عمال بیگانه است و شاید هرگز علاقه نباشه باشه که بیا در افغانستان صلح را ببینیم یعنی شما فکر میکنید با کسانی که عمال بیگانه میگن ولی کسایی هستند که میان عملا علی دولت شما میجنگن با بامب با, و با مثلا گلوله و تفنگ آمدن حتی تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بامگذاری کردن اینا و حملات سازماندهی شده مثلا اینا انجام دادن ابتکار عمل در واقع در دست از اونها هست در دست داره هنوز این سوال پیش مردم افغانستان مطرح هست که چرا باید اینا بیان با دولت شما مذاکره کنن آشتی کنن در حالی که هیچ از دست شما نمیه و همه چیز ابتکار عمل در دست از اونها هر کاری که بخواید میتونن انجام بدن در قلب شهر کابل و دیشک نیست که که اه اه با... اونا توانستن مخالفین مصالحه توانستن که مشکلات امنیتی را در بعض نقاط افغانستان ایجاد بکند ولی باز ما تکرار میکنیم قاری زاده محترم اینا از افغانهای معصوم و بیگناه ما که شاید وسیله دیگه نداشته باشه به حیث ابزار و وسایل استفاده میکند عمدتا فوکس ما شاید سر افغانهای باشه که یا ناراض هستن از ما خفه فاصله گرفته از دولت فاصله گرفته اونا بیاید در نتیجه حسن اینا؟ ملت افغانستان که که متاسفانه روی مجبوریت و یا هم روی ازی که بازی خورده باشد پیوستن با عمال بگانه افغانستان یعنی شما مرده های پایینی رو میگن در واقع کسایی که در جبهات هستند و یا که جنگای چریکی هر چیزی که نامش میگذارید ما کسایی که مربوط به ملت افغانستان است کسایی که افغان است افغانیت قبول داره کسایی که مسلمان هستن قانون اساسی افغانستان قبول میکنه شاید با ما مشکلاتی داشته باشه گروهی که به نام طالبان وجود دارن اینا همه میگن که ما افغان هستیم ما, ما به نام گروه طالبان که یک تعریف متفق علیه ملت افغانستان سرش موجود باشه من نمیبینم درست است ولی به نام طالب و طالبان گروه همه در واقع میپذیرند که هست اگر هست قاریزاده سب کجاست به رهبری محمد عمر اگر هست جناب سب کجاست دفترش کجاست آدرسش کجاست ایمیلش کجا نمبر تلفنش است و کی رهبرش است هویت از او کی است و او از کجا است جامعه جهانی شرکای استراتژیک شما مثل آمریکا و بریتانیا همه به این موافق هستند که همچ یک گروه وجود داره که شما بخواین نخواین هست یک گروه هست که نامش طالب میگذارین هر چی که میگذارین می علیه شما میجنگن بنابراین شما با کدام پخش از این گروه هست که شما میخوام مذاکره کنید جناب قاری وقتی که شما خود شما می یک نامش طالب میگذارن یا هر چی دیگر می گذارن که شما موافق نیستید بارد... برای که با... همه موافق هستن گروه به نام طالبان وجود داره ما میخوام ببینیم ببینم که شما هر چی, م... چی نامش بفر... می گذارید عرض میکنیم که گروه اگر موجود است گروه متحد و واحد که سرش یک تعریف متفق علیه طالبان تطبیق شده بتواند دفترش به کجاست یعنی یک تشکیلی که به نام یک گروه سیاسی موجود باشه مرز کرده میتونم که مخالف موجود است امروز مردمان موجود است که بر علیه نظام افغانستان تفنگ برداشته اما ما به این موافق نیستیم که همه مردمی که بر علیه نظام افغانستان بر علیه تخریب افغانستان مکتب افغانستان بران میکنه کلینیک افغانستان بران میکنه همه ایشان متفقون علیه تحت یک چوکات سیاسی با با فعالیت بکنه او چنین چوکات ما نمیبینیم درست اینال شما با کدام یکی از گروه ها که درستاس مونځجام نستان گروهای مختلف هستند با کوم یکي ز گروه ها مخنش مشارک کوم پر اجازه تابال دو نیم یاسه مامیشه کی ما به ایش مسئول کمیسو نه فنی آمادگی برای تدویر جرګه ملی مشورتی صلح کار میکنم دو هدف به سر زبان ماست کی در نتیجه مشوره با ملت افغانستان سر ازی موافقه شوه کی کی چاو، چاوکات مفاهیم مو چیست کی مخالف موس تعریف ازو چیست با چند کټګوري تقسیم میشه با کوم کټګوري ازونه ما صحبت карда میتونیم با کوم کټګوري نمیتونیم سره چی صحبت карда میتونیم وا سره چی نمیتونیم در کجا صحبت карда میتاریم و توسط کی صحبت карда میتونیم هدف دوومی کی ما برشان تعین کردیم ایست کی یک میکانیزم تطبیقی ای فریم ورک کو یو چاوکټه کی سره صحبت کردیم میکانیزم تطبیقی چاوکټه به وجود بیارم آغازش از مشوره با ملت افغانستان است یعنی چیزی کی من میگم درست نیست چیزی کی حکومت افغانستان بانک ملت افغانستان چی میگه با این نظر شریک استراتژیک دولت افغانستان که آمریکا هست شما موافق هستید نیستید که میگه باید دولت از موضع قدرت باید با مخالفان خود صحبت کنه ما چیزی را که می کنیم فیصله های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است که قبل از انتخابات برای دور دوم در کنفرانس لندن و در مراسم تحلیفش و در مراسمه افتتاحی اجلا پنجمین اجلاس فنی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان اعلان کردہ به شما چې کی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مګواید بهایسه راهبر افغانستان مهم است ما اطاعت ازو را میکنیم امور تطبیق میکنیم رئیس جمهور فیصله کرد که بخاطر دست یافتن به صلح دوامدار و پایدار و بخاطر جستجوی راهای بیرون رفت از نامنیهای موجود ما مو به ملت افغانستان بشور میکنیم برای ما هم کفایت میکنه که چې کی رئیس جمهوری افغانستان مهم نیست که شما در موضع قدرت هستید یا نیستید اگر, اگر در موضع قدرت الله در افغانستان نظام است و نهادهای افغانستان داره کار میکنه در تمام از افغانستان لحاظ افغانستان نظامی من میگم در از لحاظ نظامی یعنی م... مشکلات جنگی تعداد مردمی است که بر علیه نظام افغانستان توپنگ برداشته دلیل همیست که ما میخواهیم که اونایی که میخواه با ما بشینه اونایی که میخواه در, در 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 آغوش گرم مادر وطن خود زندگی بکونند با ما صحبت ولی اونا نمیخوان اونا شرایط خدا دارند از جمله که... شرایط چیست که بعد نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شون ما وقت نه خیرشه نه خیرشه باز ما تکرار میکنم که نه به ما و نه به شما این کاتگوری موجود است که همین صحبتی که میکنه کیست اگر شما در, 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 در یک نقطه دنیا کدام حادثه ایشا و بنامه زبیولای مجاید که اصلا من این فهم موجود است یا نیست اصلا من این فهم در کجای دنیا است او میگه کی کار ما کردم. ما با اون موافق نیستیم بان که ملت افغانستان بشین و تعریف کنه کتگوری بندی بکنه با کی صحبت شد و با کی یعنی پس شما اصلا همچه شرایطی که از طرف کسانی که به گفته شما خودم مخالف میدانند ولی شما قبول ندارین وقتی مطرح میشه شما اینا رو نمیپذیرید کسایی که ایره عنوان میکنه که قبل از همه بعد قوت های خارجی از افغانستان بر ما ایره یک ای ای قدم بر آوردن صلح نمیدانیم ما ایره یک قدم به سپردن افغانستان به دیگران میدانیم به خاطر 9 سال قبل یا 10 سال قبل قوت های خارجی در افغانستان نبود ایشان بر علیه کی جنگ شروع کرد 9 سال یا 10 سال قبل در سال 1994 و 95 به نام تحریک طالبان که به وجود آمد بر علیه کی تفنگ برداشت دو وقت ما شما قاری زاده و پرسان دو وقت کدام قوت خارجی در افغانستان موجود بود خب مسئله دیگه که مطرح هست البته ایدم یکی از پیش شرط هایی است که گذاشته دیگه شما میپذیرین یا نه برخی از نزدیکان آقای کرزی خودشان گفتند که مخالفان در صورت آماده آشتی هستند با دولت که بر از اینا در قدرت سهم داده شود کدام مخالفان این مخالفایی که علیه شما امروز می قاری داده سو بازم عرض می یک, یک کتگوری یک حزب سیاسی یک گروهی که علی بر علیه شان امی لقب مخالفان افغانستان تدبیق شوه متفقون علیه موجود نیست درست ولی بازم ما برمی میگن مخال... مسئله پیشتر که شما گفتین وقتی که گفتین هستن کسانی که علیه رژیم دارن می جنگن و همچنین اگه پیش شرط هایی دارن مثل خروج نیروهای خارجی قبول ندارند خب فرض کنین که اینا هم همو کسایی هستن که شما مثلا هر نامی که سرش میگذارین شما یکی از شرط ای هست که باید در قدرت هم داشتن که البته این از نزدیکان آقای کرزی هم رد نمی که میگن که بله هستن کسایی که میگن ما هم رد نمی‌کنیم. ما هم رد نمی‌کنیم. کسی که قانون افغانستان قانون اساسی افغانستان قبول بکنه کسی قبول بکنه که ما افغانستان مکتب خود به راه نمی کنیم شرط کسی که بگه که ما افغان هستیم کلینیکی خدا بیرون نمیکنیم کسی که بگه ما افغان هستیم عالمی که یک عالم که شناخته شده برای تمام ملت افغانستان است او را نمیکشیم خفاستیم روی این دلیل خفاستیم روی روی اون دلیل خفاستیم خدا بیارشونه. شما اکی... شماست درست آه. است ولی اونام شرایط خدا دارن بله درست است از جمله ای است که باید قدرت هم سهم داده شن بغیر ما... از خروج نیروهای خارجی ما خود کردیم که سر مکانیزم سر, سر مکانیزم بعد موافقه صورت بگیره خفاست یا ما ملامت یا ایشان ملامت جرگه به خاطر است که این ملامتی پیدا شوه جانبی که ملامت است برش بگو که برادر تو ملامت هستی و اینا بگوناست بیا خدا بیارشان گفتگو و تلاش حال البته برای گفتگو با طالبا در گذشته نتیجه درست نداشت مثلا ما کمیسیون آشتی ملی و صلح اینا را داریم که یک دی از طالبان آمدن پیوستن یا مخالفین مسلح شما ولی نتیجه چندان نداشت ولی گفتگو با حزب اسلامی گلبیدین حکمتیار خوب بوده و پیشرفت های دیگر شما داشتیم البته ما بسیار بسراحت باید بگویم که ما مسئول کمیسیون تخنیکی آمادگی برای تدویر جرگه ملی مشوریتی صلح هستیم در صحبت هایی که با نمایندگان حزب اسلامی افغانستان صورت گرفته ما نه دخیل بودیم و رسمان هم صحبت هم نکردیم البته شخصی هم رایشان دیدیم خواهش کردن که ما امرایشان ببینیم با یک تعدادشان با یک دو سه نفرشان ولی در چاوکات وظیفه رسمی منه بود. ما نبود ما به او ارتباط چیزی گفته نمیتونم که صحبت ها با کجا رسیده خب اگر ما تحلیل شخصی خود شما شما گفتین که دخیل نبودن در مذاکرات که با حزب اسلامی افغانستان صورت گرفته ولی تحلیل شخصی خود شما چی هست فکر میکنید که این مذاکرات که تا اندازه هم بسیاری ها خوشبین هستند که ممکن است نتیجه بده به جای میرسه میتونه که مثلا در برخی از مناطق افغانستان حداقل حد باعث کاهش خشونت ها شود ما قریجاده شب 100 درصد 99 درصد نمیگم 100 درصد سر از معتقد هستیم و سر از ایمان داریم و باور داریم که مصالحه و مفاهمه و گفتگو و گفت و شنید بالاخره نتیجه حل معضلات است قط تنده هیڅ شک ندارم اگر د شک میداشتیم ما ای مسولیت قبول نه میکردم کی کی برې تدویر جرګه ما خدمات را عرضه وکړم جدا سره ازو متقید مستیم کی بدون مفاهمه بدون صحبات کردن هیڅ معذله نشي حل له داشته بوشه د دا وطن ما اما ان کی با کی صحبت شوه بازم تکرار میکنیم آغازش از این که ما با ملت افغانستان مشوره بکنیم که با کی که هست که بیشتر گفتید بله ما در رابطه با افراد صحبت کردیم اینجا اخیرا ما شاهد دستگیری برخی از اعضای ارشد گروه طالبان در پاکستان بودیم از جمله فرد شماره گروه طالبان بله مولا عبدالغنی برادر فکر میکنم که این دستگیری ها به زیان تلاش های صلح و آشتی ملی شما هست یا به سودش یعنی جواب ما برای شما ای خواد باشه که در جریان نبودیم سر در جریان چی نبودیم؟ در جریان ای صحبت ها نبودیم ولی دستگیر شدن درست؟ دستگیر شدن خب و این بزیان بز تلاش های شماست یا به سودش فرق میکنه من نمیفهم ای, ای, اگر نیتی که در پشت سر انگیزه که در پشت سر دستگیری بوده آدم باید او را پیدا بکنه اگر انگیزه چنین باشه اول من این را که ملا برادر با, با مقامات زی سلای افغانستان در مذاکره بود یا نبود من نمیفهم اگر بود مذاکره چقدر پیش رفته دو اگر انګیزه شنین باشه چې چونو ملو برادر په مقامت نظام جمهوریت اسلامي افغانستانه صبتهای صلح راپیش میبورد بینند بدګرفته شو بدون شک تاوان میرسونه ولی اگر شنین انګیزه نه باشه او به حیثیت یکه چې کې کې مخالف نظام افغانستانه او اگر و د پاکستان ژوند کیکا در پاکستان سره در در مسایله اوردن نو امنی ها دخیل بود پس کسای چې وره گرفته باشه حق بجانب باشه بینند ما قضاوت карда نمیتونیم بخاطر کی انګیزه بر معلوم نشه شما چطور میگن انگیزه برای شما معلوم نیست؟ شما ارشدترین مقام دولت افغانستان هستید که در عرصه آشتی ملی با مخالفان مسلح کار میکنید؟ من ما... یک دو دقیقه پیشتر برای شما عرض کردم که ما یک وزیر کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم از ما پیشتر دلم بود که به نام ملا برادر را برتون بگیریم اما چیز دیگر را برای شما گفتم از ما گمیان شما پرسان کنید که ما دخیل بودیم در جریان هستیم یا نیستیم من نیستیم یعنی پس در دولت هم کسایی هستند که شما را در جریان نمیگذارند یکی نه خیر یکی از دل... کدام مکانیزم مشخصی نداشتیم همین دلیل که ما جرگرا تدویر میکنیم تا مکانیزمی به وجود بیاد که با اول مخالف تعریف شود باز به بخ... خاطر صحبت کردن و مفاهمه کردن با مخالفین یک مکانیزم را ایجاد بکنیم تا مکانیزم روشن باشه شفاف باشه ملت افغانستان از او آگاه باشه فعلا ما آگاهی نداریم که ما با... با ملا برادر کی صحبت میکنیم صحبت های ولی وجود داشته گزارش هم حاکی بوده قسمی که شما شنیدیم من شنیدیم اما بیشتر از این من نمیفهم یعنی پس میشه گفت که پاکستان به عنوان کشور همسایه شما بدون شک نقشش حیاتی هست در برقراری صلح در افغانستان و به همین گونه هر گونه روند آشتی ملی که شما بهش نام میکزارین. فکر میکنید که هنوز سو این نیت داره در مورد مسائل افغانستان هیچ همسایه افغانستان بدون اهمیت نیست و ای کاش که ما در تفاهم و در برادری و در اخوت و در, در, همکاری با هم زندگی بکنیم افغانستان در, در مسائل پاکستان اهمیت داره و پاکستان در مسائل افغانستان اهمیت دارد قسمی که هر همسایه دیگر در, 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 در امور همسایه دیگر اهمیت دارد یک موضوع یعنی یعنی اهمیت پاکستان در آوردن در تلاش های آوردن صلح ما بدون شک که به اثر نبوده و نمی باشد و فعلا نقشش چطور می بینن شما در مجموع مثبت است منفی هست, من هست؟ انوز که ما آغاز نکردیم آغاز آغاز ای, ای کاروان جدید آوردن صلح از تدویر جرگه ملی مشورتی صلح آغاز میشه ببینیم که دی روند پاکستان با ما همکاری میکنه یا نمیکنه همین حالا که صحبت میکنیم با شما آمادگی ها برای عملیات بسو گسترده نظامی در قندهار در مرحله نهایی خود میرسن و خود از یک شما میده که برخورد شما در رابطه با مخالفان مسلح شما هم روشن نیست از یک طرف شما از آشتی صحبت میکنن و از طرف دیگه هم عملیات میکنن ما بوزم ما فکر میکرم عارف همایم کې بشور اسپیشل ما تکرار مې شه کېد مخالفی نو ما مرز کردین کې به چند کټګوري تقسیم شه وای کې هم راش صحبت مې شه صحبت سرعت مې د منظور شما کسای چې فعلاً با شما جنگ میکنن با اینه شما شي نه میکنن در بین از و هم چندین کټګوري موجود است بر علیه ما کې توپانګ ورداشته افغانایستن کې به خاطر دلایل متعدد شه د خپښ ده خو درست است امي افغانان هم منظور مې افغاناس مثلا د قندهار علیه شما میجنګنت و عملیات نظامی را مخین علی زینا شما برابر بندان دلته نه حال شما مخین اشتی کنه نه اره من اره خدا برات شما خلاص بکونم اول در قندهار بدون مشوره با مردوم قندهار عملیات شروع نمیشه رئیس جمهور اسلامی افغانستان به حیثیت سرقماندان اعلای قوا مسلحه جمهوری اسلامی افغانستان, افغانستان. فیصله یا یا فیصله جنگ رئیس جمهور اسلامی افغانستان میکنه و این فیصله را تا وخت نمیکنه تا اطمینانش 100 درصد حاصل شوه که جنگ به منفعت نظام جمهوری اسلامی افغانستان و ملت افغانستان است فرق وردک تشکر از شرکتان در برنامه به عبارت دیگر خوش آمدین آقای تشکر سلامت باشید بخیر باشید بخیر باشید